مسئولان در وزارت امور مهاجرین طی برنامه ای از روز جهانی مهاجرت تجلیل کرده می گویند که در 2 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون مهاجر به افغانستان عودت نمودند. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در این برنامه گفته که نهادهای بین المللی نباید کمک های بشر دوستانه برای مهاجرین را سیاسی نمایند. مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در روز جهانی پناهندگان می گوید که طی 2 سال گذشته بیشتر از 1.5 میلیون مهاجر به کشور عودت کردند. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت که با تسلط امارت اسلامی در افغانستان بیش از 1.762.572 مهاجر از کشورهای بیرونی که بیشترشان از کشورهای ایران و پاکستان اند به افغانستان بازگشت نمودند. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جامعه جهانی خواست که کمک های بشردوستانه ایشان را به بیرون شدگان داخلی و خارجی ادامه دهند و مسائل مهاجرتی را از مسائل سیاسی جدا نمایند. در نن تاریخ پر الحمدلله د مختلف هوادون نه خصوصا د ایران پاکستان نه چاته مهاجرین زیاتی نور د اروپا نه د خلیج هوادون نه د اسیا هوادون نه مختلف هوادون نه تقریبا 2 میلیون کم زیات د خارج نه راغلی دي. در همین رابطه محمود الحق احدی نماینده ریاست الوزراء در این برنامه گفت که حکومت سرپرست از کشورهای همسایه خواستار روابط نیک بوده و از کشورهای همسایه و جامعه جهانی خواست که با مهاجرین افغانستان مطابق قوانین بین المللی رفتار نمایند. هرچه لا هم یو شمیر افغانان د کډوالۍ ژوند تیروي نو له کوربه هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې له دې کډوالو افغانانو سره ښه چلند وکړي او د مهاجرت د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د ژوند اسانتیاوی ورته برابر کړی. در همین رابطه عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این برنامه میگوید که کشورهای همسایه باید مطابق قوانین بین المللی همراه مهاجران افغانستان رفتار و در قسمت اسکان، تحصیل و در تمامی سطوح همکاری نمایند. امارت اسلامی سیاست خارجی ایشان بر حسن همگواری، تنش‌زدایی با همسایگان، اعتبار سازی با جهان، احترام متقابل و عدم مداخله استوار است. بنابراین می‌خواهیم با همه کشورهای همسایه رابطه نیک و مسالمت‌آمیز و زیست مسالمت‌آمیز و مؤمنانه داشته باشد. از سوی هم عبدالحق جواد رئیس امور مهاجرین افغانستان در کمپ پاکستان ضمن ابراز تقدیر از کشورهای همسایه به خاطر میزبانی چندین ساله مهاجران افغانستان در کشورهایشان میگوید که از کشورهای همسایه انتظار دارد مثل همیشه با مهاجرین افغانستان همکار بوده و طبق قوانین بین المللی مهاجرت با مهاجران افغانستان برخورد کند. دغه افغانان چې په ایران کې دي او یا په پاکستان کې دي او په ډېر یو انساني ناورین حالت سره مخامخ دي، زموږ ټولو دغه خیریه بنسټونو خیریه موسساتو ته مو دا درخواست ده چې دا بېل دې نه چې د اسلام یو غوښتنه ده، دا د انسانیت یو اخلاقي غوښتنه زموږ دا ده چې د هغو خلکو لپاره په هغه ځای کې له نظامونو له حکومتونو سره خبره کول. گفتنی است که کمیسارای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از روز جهانی پناهندگان در سال جاری با شعار امید دور از خانه تجلیل نموده و میگوید که وضعیت پناهجویان در سراسر جهان با چالش‌هایی از جمله خطرات مرگ، خشونت، اخراج و محرومیت مواجه است. این سازمان گفته است که شمار پناهجویان در جهان به 110 میلیون مهاجر رسیده که شامل کودکان و زنان می باشد. این سازمان عمدترین دلیل مهاجرت افراد را افزایش خشونت خوانده و تاکید کرده است که شمار مهاجران افغانستان بیش از 5 میلیون نفر می رسد. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.